بخش اول کلاس آموزشی آشنایی با کائنات با من حمید قهرمانی. ما وقتی از ابزارهای مختلفمون داریم استفاده میکنیم، به اونها یک حسی رو داریم منتقل میکنیم. حتما یا دیدین یا شنیدین که میگن مثلا فلانی با نگاه کردن به یک آینه یا با لمس کردن تکی از لباس یک فرد گم شده یا دیدن یک تصویر میتونه مثلا راجع به یک شیء، یک شخصی که حضور فیزیکی الان اونجا نداره، اطلاعاتی رو به شما بده. خب حالا با اصل موضوع کار نداریم که دقیقا چه اتفاق میفته، ولی میخوام این رو بهتون بگم. هر چیزی که شما با اون در ارتباط هستین دارای شعور و احساس هست. یعنی شما میتونید احساس خودتون رو به اون اشیا حتی انتقال بدید. وقتی یک وسیله ای رو شما دستتون میگیرید که اون وسیله متعلق به فرد دیگری بوده، اگر دریافت کننده های حسیتون بسیار قوی باشن، میتونید احساس های مربوط به اون فرد رو از طریق همون شیئی که دستتون هست دریافت بکنید. مطلبی که دارم راجع بهش صحبت میکنم یکی از موضوعات خیلی مهمی هست که شاید به ندرت در جایی بتونید این اطلاعات رو کسب بکنید. پس ازتون خواهش میکنم به دقت گوش بدید و اگر متوجه نشدید دوباره و سه باره گوش بدید. پس ما گفتیم که هر ابزاری که ما ازش داریم استفاده میکنیم به نوعی احساسات خودمون و عواطف خودمون رو هم به اون اشیا انتقال میدیم. حتما برای شما، برای من پیش اومده، حتما برای شما هم شاید برای شما هم پیش اومده باشه که ماشینم رو سوار میشم و یهویی میگم که این ماشین رو میخوام بفروشم، حالا یا یه مدل بالاترش رو بخرم یا یه مدل دیگه‌اش رو بخرم، فردای اون روز ماشین من خراب میشه و کار نمیکنه. اتفاقات مشابه زیاد اینچنینی برای همه ما افتاده، منتها ما اون لحظه حضور ذهن نداشتیم که بفهمیم داستان از کجا داره آب میخوره. حالا موجودات زنده که جای خودشون رو دارن. شما به یک گیاه اگر کم محبتی بکنید اون پژمرده میشه، به یک حیوان اگر بی محلی بکنید افسردگی میگیره و همینجوری بریم جلو. پس ما قادر هستیم، یا بهتر برعکسش رو بگم، هر چیزی قادر هست احساسات طرف مقابلش رو که با اون در ارتباط هست رو جذب بکنه. همونجوری که یک آدم غمگین به یک آدم شاد میرسه و معمولاً غم و اندوه و به حساب ناراحتی و غصه، چون ارتباطات قوی تری نسبت به خوشی و شادی داره، خیلی سریعتر و قویتر میتونه منتقل بشه به فرد شاد تا اینکه شادی اون شخص منتقل بشه به فرد غمگین. پس ما این نقل و انتقالات احساس ها رو داریم. توی همه چیز هم هست. توی همه چیز. ما حتی اشیا رو داریم. شاید بعضی چیزا رو من بگم متهم کنید بنده رو به خرافه گرایی و خرافه گویی. ولی هر موقع پاش بیفته راجع به اینها من میتونم خیلی قشنگ براتون توضیح بدم. نه به صورت بی فلسفی، بلکه به صورت علمی حتی بهتون توضیح میدم اینها رو. ولی الان در این حد بسنده میکنم که فقط گذرا بگم و رد شم. شما توی خونتون نشستین، دارین زندگی میکنین، خوش و خرم. یه فردی میاد منزل شما و چون شما از قبل هم اون فرد رو میشناسید و اطلاع دارید که این آدم آدمی هستش که حسوده، دل چرکینه، دل کوچیکه، خود کمبینه، آدم خوبی نیست، آدم جالبی نیست، ولی به هر حال از اقوام شماست و باید رفت آمد کنید باش. وقتی وارد خونه شما میشه و مهر و محبت و خوبی‌ها و قشنگی‌های خونه شما رو میبینه، نمیتونه اینها رو هضم بکنه، نمیتونه باور بکنه، نمیتونه قبول بکنه، نمیتونه حسادت نکنه. اون انرژی منفی که توی افکارش هست رو در داخل منزل شما رها میکنه و خارج میشه از اون خونه. و وقتی از اون خونه خارج میشه، در بسیار مواقع یک چیزی میشکنه. شیشه، یه استکانی، گلدونی، فنجونی، بشقابی، نلدکی، ظرفی، چیزی. بعضی مواقع توی خونتون یک چیز برقی میسوزه. یا بعد از رفتن اون شخص بدون هیچ دلیلی دو نفر به جون هم میفتن و دعوا میکنن. یا بدون هیچ دلیلی هیچ کس حوصله صحبت کردن نداره. یا بدون هیچ دلیلی اون شب همه زود میخوابن. این اتفاقاتیه که بدون شک همتون تجربه کردین تو زندگیاتون. وقتی ما میتونیم احساساتمون رو
به اشیا حتی منتقل کنیم، خب این خیلی عالیه، خیلی قشنگه، خیلی جالبه. انگار ما یک علمی رو الان داریم یاد میگیریم و ازش آگاه میشیم که میشه همچین کاری رو کرد. یه اتفاق خوشایندی میتونه توی زندگی ما رخ بده با فهمیدن این موضوع که خیلی کارم پس میشه از این طریق به حسابی برای زندگی خودمون انجام بدیم که توضیح میدم خدمتتون. حالا که ما فهمیدیم از این موضوع میتونیم برای بهبود زندگی خودمون استفاده بکنیم، اونم به صورت آگاهانه نه به صورت شانسی یا غیر ارادی، باید با این موضوع بیشتر آشنا بشیم. من یه مثال میزنم تا یه خورده داستان براتون روشن شه. شما فرض رو بر این بگیرید که یه حیوان خونگی آوردین و از این حیوان خونگی نگهداری میکنید. شما اگر هر روز مشخصاً 10 بار دستتون رو روی سر این حیوان بکشید و نوازشش بکنید، شاید روز اول، روز دوم، هفته اول عکس العملی نبینید از این حیوان، ولی از هفته دوم به بعد این حیوان در زمانهای مشخصی این اتفاق رو طلب میکنه از شما. یعنی باید دستتون رو سر این حیوان بکشید. اگر این کار رو نکنید این حیوان اذیت میشه، انگار از اون شرایط لذت میبرده یا به یک زبان ساده تری عادت کرده به اون اتفاق. این احساس شما رو دوست داره. این یه مثال. حالا این ور قضیه شما هستید. شما یک رفتاری رو از اون حیوان به خصوصی که دارید توی خونه نگهداری میکنید دریافت میکنید. هر روز وقتی مثلا میگم غذا میخوره این حیوان، حرکات خاصی از خودش نشون میده، شما دوست دارید. وقتی میخوابه شکل خوابیدنش رو مثلا دوست دارید، یا وقتی باهاش بازی میکنید سر به سرش میذارید، رفتارهایی از اون حیوان میبینید که دوست دارید و اینها رو اون حیوان درک میکنه. دونه دونه اینها رو از شما دریافت میکنه، این احساسات رو، و سعی میکنه دقیقا همون شکلی بره جلو. به عنوان مثال وقتی با یه بچه 1-2 ساله شما دارید تفریح میکنید و ادا در میارید، شکلک در میارید و اون بچه میخنده، زمانی که شما یک شکلکی رو در میارید و اون بچه به اون شکلک خاص شما عکس العمل نشون میده، بیشتر، یعنی بیشتر این عکس العمل رو به اون موضوع نشون میده یا بیشتر این خنده رو برای اون شرایط ایجاد میکنه در خودش، شما گیر میکنید حالا روی اون حرکت. یعنی مثلا میگم زبونتون رو در آوردید، تکون دادید، بچه خندیده. خب نسبت به حرکات دیگه این رو بیشتر پسندیده. حالا شما مدام همین موضوع رو تکرار میکنید و بچه میزنه زیر خنده و الاخر. ببینید اینا همش یه سری آلارماییه توی زندگی برای ما داده میشه، یه سری اتفاقات خوبیه که ما هیچ وقت اینا رو شاید نمیگیریم داستان چیه. همه اینا یه سری تکنیک های زندگیه برای ما، منتها ما فکر میکنیم مثلا میگم موضوع خندوندن بچه، استفاده از این تکنیک فقط تو خندوندن بچه به درد میخوره، یا مثلا فقط بازی کردن با حیوان به درد میخوره، یا مثلا ما وقتی یه کلمه خاص رو، یه جمله خاص رو بین دوستانمون به صورت اتفاقی یه بار گفتیم، همه خوششون اومده، خندیدن، دیگه سعی میکنیم اونو ما همه جا استفاده کنیم. اینا به صورت اتفاقی وارد زندگی ما میشن ولی به زندگی ما شکل میدن. حالا من میخوام به این موضوع برسیم که اگر این اتفاقات میتونن توی کوچکترین مسائل زندگی ما تأثیر بگذارن، چرا اینها رو در قالب بزرگتری عملی نکنیم؟ وقتی یه حیوان حس ما رو میگیره، وقتی یه پیرن حس ما رو میگیره، وقتی یه گوشی تلفن حس ما رو میگیره، وقتی یه فنجون داخل اتاق حس ما رو میگیره، آیا کائنات، آیا هستی، آیا انرژی های موجود توی پیرامون اون نمیتونه حس ما رو بگیره؟ میتونه، حتی بهتر از موجودات غیر جاندار میتونه حس ما رو درک بکنه، دریافت بکنه و بگیره. و اگه بگیره، که میگیره، چه اتفاقی میفته؟ هر چیزی که هر اتفاقی که داره برای ما میفته از تو خودمون داره میفته. خب همین موضوعه، همین مطلبه. این موضوع مهمیه.
فرض کنید تو شهر خودتون میرید و توی یه بانکی حساب باز میکنید. قرار هست که این حساب بانکی خودتون رو اصطلاحاً درش واریز و برداشت انجام بدید، کار بکنه حسابتون. بعد از یک ماه دو ماه به خاطر عمل کرد روی حسابتون به شما یک وامی رو بپردازن. مثلا حساب شما، کار کرده شما خیلی پایین بوده و مراجعه میکنید به بانک، میگید که خب من وام میخوام. میگن 10 میلیون بیشتر به شما نمیتونیم وام بدیم. و شما معترض میشید خب چرا؟ و متصدی بانک آماری رو برای شما در میاره از حسابتون که نشون دهنده اینه که میانگین عمل کرده حساب شما خیلی پایین بوده. این چیز طبیعیه. حالا یا اون مبلغ رو میگیرین یا قیدش رو میزنین. برعکس این اتفاق رو در نظر بگیریم، میانگین درآمد شما، یعنی انقدر از حسابتون واریزهای درشتی داشتین و برداشتهای کمتری داشتین، میانگین عملکرد حسابتون رفته بالا و سر برج میرید وام بردارید. به جای مثلا 10 میلیون میگن شما میتونید 100 میلیون وام بردارید، 10 برابر بیشتر اصطلاح. حالا اگر ما کائنات رو به این شکل تصور کنیم که مثل یک بانک میمونه که برای میانگین عملکرد ما میخواد به ما زندگی ببخشه، داستان خیلی جذابتر میشه برام. بیایید ببینیم برای پسنداز هم که شده توی کائنات چه چیزهایی رو ما منتشر میکنیم، چه چیزهایی رو میذاریم توی حسابمون. خب استرس داریم، نارضایتی داریم، شکایت داریم، خنده هم داریم، بعضی وقتا رضایت هم داریم، عمل کرده خوب داریم، تفریح داریم، شکرگزاری داریم، ناشکری داریم، بدهی داریم، طلب داریم، همه اینا رو داریم. ببینید عرض کردم فرق نمی کنه. شما توی اون حسابتون هم میتونید واریز بکنید، هم میتونید برداشت بکنید. ما بیاییم تو کائنات واریزا رو چیزای خوب در نظر بگیریم، برداشتا رو چیزای بد در نظر بگیریم. حالا بیاییم حساب کنید ببینید چقدر شما توی سپردتون چیزای خوب دارین توی حساب کائناتتون و چقدر چیزای بد دارین. از اونجایی که زمان نسبیه و ما نمیتونیم درکش بکنیم زمان رو و فقط بر اساس طلوع خورشید و غروب خورشید میتونیم ما زمان رو درک بکنیم، اگر طلوع خورشید و غروب خورشید رو از ما بگیرن، ما بعد از 24 ساعت زمان رو کاملا از دست میدیم. نمیتونیم بفهمیم چند روز گذشته یا چند ساعت گذشته. به همین خاطر که میگن زمان نسبیه و یه چیزی هستش که به هر حال برای همه موجودات زمان تعریف خاص خودش رو داره. پس وقتی زمان رو از ما بگیرن، یعنی طلوع خورشید و آفتاب رو از ما بگیرن، ما تعریف درستی از زمان نداشته باشیم، پس میتونیم این مقیاس رو بیاریم روی کائنات نصب کنیم، بگیم برای کائنات هم زمان تعریف درستی نداره، یا تعریف من از زمان با تعریف کائنات از زمان متفاوت هست. کائنات شعور داره دیگه. حالا من یه خورده نمیخوام این مبحث رو خیلی عمیق و علمیش بکنم، به زبان کاملا ساده دارم میگم. دوست داشتید بعضی از مطالب رو خیلی عمیق‌تر بفهمید بهم بگید، حتما راجع بهش صحبت میکنم باتون. پس ما اومدیم زمان رو نسبی کردیم، اومدیم حساب کتابمون و پسندازمون رو سپردمون رو توی حساب بانکی کائنات ایجاد کردیم، هی داریم بیواریز برداشت میکنیم. حالا بعد از یه مدت که این مدت میتونه یک روز باشه، یک ساعت باشه، یا یک هفته باشه، یا یک ماه باشه، یا یک سال یا 10 سال باشه، این بعد از یک مدت، چون این یک مدت برمیگرده به موضوع زمان، از نظر کائنات زمان هم به حساب متفاوت هست، نمیتونیم دقیقا بگیم بعد از چه مدت. حالا بعد یه مدت ما میاییم از سپردمون بهره برداری بکنیم و یه وامی از کائنات بگیریم. کائنات میاد یه میانگین میگیره، یه معدل میگیره از حسابمون، میگه خب شما همش غر زدین، همش شکایت کردین، همش ناله کردین، همش نفرین کردین، همش فوش دادین، به شما 2 میلیون بیشتر تعلق نمیگیره، به شما 2 روز خوش بیشتر تعلق نمیگیره، به شما 1 هفته شادی بیشتر تعلق نمیگیره، به شما
5 میلیون بیشتر پول تعلق نمیگیره، اونم 10 روزه خرجش کنید تموم کنید، یا نه ما حالا حد پایین و بالا رو میگیریم به عنوان مثال که بتونم من منظورم رو برسونم، یا مثلا نه سپردهتون خیلی عالی بوده، میانگین عالی در آورده، میگه ما به شما وامی میدیم که شما حداقل 10 سال شاد باشین، 10 سال در آرامش زندگی بکنین، 10 سال دنبال خوشی های زندگیتون بگردین، و حالا باز خب در طول این 10 سال این حساب بانکی شما بازه، این حساب بانکی شما بازه و میتونید سپرده های خودتون رو دوباره بیارید، ببینیم چی میخواید بیارید برای 10 سال بعدتون.